هزاران سال پیش از آنکه ساحل دزدان در نوار جنوبی خلیج فارس تبدیل به کشورهای کوچک عربی شود، مردمانی تجارت پیشه، متمدن و نه دزد بر سرزمین پهناور پارس حکم می‌راندند. ابن حقل مورخ و جغرافی شناس عرب که قرن 4 قمری در بغداد زندگی می کرد، در کتاب خود به نام رنسانس اسلام به رواج دزدی دریایی در سواحل جنوبی خلیج فارس اشاره می کند. دزدی دریایی ساکنان عرب محلی از شبه جزیره قطر تا عمان به قدری عادی و رایج بود که بریتانیایی‌ها در قرن 17 میلادی نام ساحل دزدان دریایی را به ناحیه جنوبی خلیج فارس دادند. هرمان بورچارت، کاشف و عکاس آلمانی قرن 19 می‌گوید نام ساحل دزدان شایسته ساکنان تشنه خون و بدنامی است که دزدی دریایی شغل اصلی آنهاست. برجسته ترین نمونه های تاریخی دزدی دریایی در خلیج فارس توسط قبیله القاسمی انجام می شد. خاندانی که از شبه جزیره عربستان به رأس الخیمه در امارات متحده عربی امروزی مهاجرت کرده بودند و امروزه بر شارجه و رأس الخیمه در امارات متحده عربی حکومت می کنند. دزدی دریایی اعراب منجر به لشکرکشی بریتانیا به خلیج فارس در 1809 شد و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در یک اقدام نظامی بزرگ رأس الخیمه و سایر بنادر القاسمی را بمباران کرد. سرانجام پس از چند دهه درگیری دریایی، امیرنشین‌های ساحلی جنوب خلیج فارس با امضای معاهده عمومی دریایی با بریتانیا در 1820 به عنوان امارات ساحل آشتی شناخته شدند و تحت حمایت انگلیس قرار گرفتند. اما این معاهده فقط از کشتی‌های بریتانیایی حفاظت می‌کرد و از جنگ‌های ساحلی میان قبایل شیوخ عرب جلوگیری نمی‌کرد. در نتیجه با وجود معاهده اول، حملات دزدهای دریایی در خلیج فارس به طور متناوب تا سال 1835 ادامه یافت تا زمانی که شیوخ عرب توافق کردند برای مدت یک سال در دریا وارد جنگ نشوند. آتش‌بس هر سال تمدید می‌شد تا آنکه در 1853 یک قرارداد صلح دائمی تحت سرپرستی و نظارت بریتانیا بین شیوخ مختلف ساحل دزدان به امضا رسید و مطابق آن حاکمان ساحل دزدان به حمایت بریتانیا از شیخ نشین‌های خود رسمیت بخشیدند. بیش از یک قرن بعد در سال 1966 مشخص شد که دولت بریتانیا دیگر نمی‌تواند از عهده اداره و محافظت از شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس برآید. مارس 1971 ادوارد هیت نخست وزیر بریتانیا پایان معاهده با 7 شیخ نشین را تایید کرد و تصمیم به خارج کردن نیروهای آن کشور از خلیج فارس گرفت. تا آن زمان بریتانیا علاوه بر استقرار نیروهای خود در شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس، 3 جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را که حاکمیت ایران بر آنها ریشه در دوران پادشاهی هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد، مدتی پس از پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1948 به طور کامل به اشغال خود درآورده بود. پس از نزدیک به 70 سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه این اشغالگری بریتانیا با توافق میان ایران و بریتانیا سرانجام در 3 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 درست زمانی که کشوری به نام امارات متحده عربی اصلاً وجود نداشت، جزایر سگانه به ایران بازگردانده شدند. در 2 دسامبر 1971 6 شیخ نشین ابوظبی، عجمان، دبی، فجیره، شارجه و ام القیوین اتحادیه‌ای به نام امارات متحده عربی تشکیل دادند. با آنکه شیوخ عرب در آن زمان با بازگشت جزایر ایرانی به میهن اصلی خود ایران همراهی کردند، اما پس از اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی، کشور تازه تأسیس امارات متحده عربی با آگاهی از ضعف رژیم اسلامی ادعای بی‌پایه مالکیت جزایر سگانه ایران را مطرح کرد.
حاکمیت ایران بر جزایر سگانه در خلیج فارس برای قرنها آنقدر بدیهی بوده و هست که در نقشه‌های متعدد از جمله نقشه‌های بریتانیا به وضوح به عنوان جزوی از قلمرو سرزمینی ایران مشخص شدند. با این همه اتحادیه اروپا به همراه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه 16 اکتبر 2024 در بیانیه پایانی نشست مشترک خود در اقدامی غیرقانونی و غیرمسئولانه از ایران خواستند به اشغال جزایر سگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا پایان دهد. قرنها پیش از تأسیس دولتی به نام امارات متحده عربی این جزایر بخشی از سرزمین ایران بودند. دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین الملل در نامه‌ای سرگشاده به رئیس شورای اروپا با طرح دو استدلال غیرقانونی بودن دو موضوع مهم در این بیانیه مشترک را به چالش می‌کشد. نخست، نام آبراه واقع در جنوب ایران خلیج فارس است، نه خلیج. او می نویسد که منشور ملل متحد مهمترین معاهده بین المللی است. بخش کنترل تحریریه سازمان ملل متحد در الحاقیه مورخ 18 اوت 1994 به صورت مستقیم و صریح از دقت و مراقبت لازم کشورهای عضو برای اطمینان از استفاده مناسب واژه خلیج فارس در اسناد، نشریات و بیانیه های تهیه شده تأکید نموده است. اگر نظریه کارشناسی ملل متحد به عنوان ارجاعی قانونی به مفاد حقوق بین المللی به حساب می آید، بیانیه مشترک یاد شده قاعده حسن نیت را به طور کامل زیر پا گذاشته و اعتبار معاهدات بین المللی را آگاهانه نادیده گرفته. آیا تحریف آگاهانه و هدفمند یک نام تاریخی غیرقابل انکار نشانه حسن نیت است یا نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دیگران؟ آیا حذف واژه فارس از خلیج فارس نقض قوانین بین المللی نیست؟ با این کار اتحادیه اروپا نیز به کشورهای جنوب خلیج فارس پیوسته و آشکارا ادعای تحریک‌آمیز مطرح کرده و اشتباهی بزرگ مرتکب شده است. تغییر نام تاریخی خلیج فارس نقض حق حاکمیت ایران محسوب می شود. استدلال دوم، حاکمیت ایران سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا موضوعی اثبات شده است. این سه جزیره در طول تاریخ بدون ادعای رقیب دیگر کشورها تحت کنترل ایران در معرض فعالیت‌های منظم انسانی قرار گرفتند و در آن زمان هیچ کشور دیگری در جنوب خلیج فارس وجود نداشته است. در حالی که همه شواهد به حقایق تاریخی تعلق جزایر سگانه به ایران را تایید می‌کنند، اتحادیه اروپا بر اساس کدام مبانی حقوقی و قواعد حقوق بین الملل از اصطلاح جعلی اشغال درباره حاکمیت ایران استفاده می‌کند؟ استفاده از عبارت اشغال جزایر سگانه در بیانیه مشترک نه تنها از نظر قانونی بی اساس است، بلکه از نظر سیاسی یک اتهام جدی است که مسئولیت بین المللی شورای اروپا را به دنبال می آورد. به نظر می رسد اکنون که رژیم جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری منزوی و درمانده شده، فرصت طلبان و دشمنان ایران به دنبال جدا کردن تکه‌ای از خاک ایران به کمین نشستند و اتحادیه اروپایی که نمیتواند از منافع تجاری خود با رژیم اسلامی اشغالگر ایران دست بکشد، با شیوخ عرب منطقه همسو شده و حق حاکمیت ملی ایران را نشانه گرفته است.